سعدیه. آرامگاه سعدی در شیراز معروف به سعدیه می باشد. این آرامگاه زیبا در کنار باقی به نام باغ دلگشا قرار دارد. آرامگاه برخی از بزرگان ایرانی نیز در این محوطه وجود دارد. این محل در ابتدا خانقاه سعدی بوده که در اواخر عمر خود در آن زندگی می کرده است و بعد از مرگ نیز در آنجا او را دفن کرده اند. در سال 1187 هجری قمری به دستور کریم خان زند بنایی بر بالای مقبره سعدی ساخته شد. در دوران قاجار نیز بنا مورد مرمت قرار گرفت. در سال 1330 بنای کنونی توسط محسن فروغی طراحی شده است. این بنا تلفیقی از معماری سنتی و جدید ایرانی است. محوطه باغ سعدیه به شیوه ایرانی گلکاری و درختکاری شده است. در وسط حیاط دو حوض واقع شده است. ورودی مجموعه سعدیه نیز بسیار زیبا است که طراح آن معمار فرانسوی آندر گودار فرانسوی می باشد. در این محوطه یک حوض آبی وجود دارد که مردم در آن سکه می اندازند و معتقد هستند که با این عمل حاجت می گیرند. آنها ابتدا آرزو می کنند و بعد سکه را به درون آب پرتاب می کنند. در سمت چپ آرامگاه نیز یک حوض به نام حوض ماهی قرار دارد. در کنار این حوض ساختمان کتابخانه سعدیه قرار دارد. کلمات کلیدی مترادف فارسی، مترادف انگلیسی، محوطه، فضا، صحن، خانقاه، عبادتگاه، تلفیق، ترکیب، حاجت، آرزو.